فرض این که چقدر شبیه خانومه هست این چیز بازیگر بهنوش قادری. خیلی شبیه نه؟ خب خودشه دیگه شیوا جان. ناجی یک سوپر استار، سوپرمن سینمای کشور شد. سوپرمن سینمای ایران برخلاف سوپرمن خیالی هالیوود واقعی است. علی یکی از دوستای من عکس من خودشو گذاشته تو صفحش، بالای 3000 تا لایک گرفته. برگشت به من گفت منجیه من. دعوتمون کرده بریم برای افتتاحیه فیلم جدیدش. چه خوب. آره منم گفتم که با کمال افتخار با همسرم میان. کی هست؟ همین امروز بعد از ظهر. برسه من امروز که نمیتونم بیام با این سرد. نه باید بیا، زشته. گفته میخوام اصلا همسرتو ببینم. دوست دارم بیام و نمیتونم. واسه من نگاه کن. نه خب اونو من درستش کنم. یه دونه کورتون میزنم ردیف میشه. آره میدونم کورتون ضرر داره و اینا، ولی همین یه بار دیگه. اونم به خاطر اینکه امشب گفتم تو میای میخوای ببیندت، به بازیگر اینا گفتم علاقه داری، بعد ازشو خواهش کردم که اگه میشه تو فیلم جدید. من کی به تو گفتم من به بازیگری علاقه دارم؟ من کی همچی حرف؟ ای فرزاد برای چی رفتی اینو گفتی؟ آبروی آدمو میبری؟ من فقط میخواستم که قدردان زحماتت باشم. نه خیلی لازم نکرده قدردان زحمات من باشی. یه تشکر خوشبخالی بلد نیستی بکنی فرزاد. چرا بلدم، مگه نمیکنم؟ نه خیلی نمیکنی، همون دو سه سال اول زندگی بود فقط. به این یورو تهیه کننده بگو یه نقش توپل تو این فیلمش به من بده. بعد وقت فکر نمیکنی اینجوری میخه تو رو دارم میکوبم؟ بعد از استراحت کوتاهی که کردیم برمیگردیم به سالن اکران فیلم میعاد در خروسخون. این فیلم همونطور که قبلا هم گفتم یکی از فیلم‌های جنجالی امساله که حتی از همون آغاز، یعنی مطرح شدن ایده اصلی فیلم، سر و صدای زیادی به وجود. بله، هنر نزد ایرانیان است و بس. بالاخره سرکار خانم بهنوش قادری، طلایه‌دار فرهنگ ایران و ایرانی، تونستن از میون خیلی عظیم جمعیت حاضر در سالن عبور کنن و در کنار ما قرار بگیرن. خیلی خیلی خوش اومدین خانم قادری. این شما و این شنوندگان عزیز. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم شاهد این استقبال بی‌نظیر مردم از فیلم میعاد در خروسخون باشم. ظاهرا قبلا اسم فیلم میعاد در سپیده‌دم بوده. چرا اسمش عوض شد؟ بله درسته، اسم اولیه فیلم میعاد در سپیده‌دم بود، ولی اونجایی که داستان این فیلم نگاهی ظریف و فرامعناگرا و به نوعی فراپست مدرن به مقوله سحرخیزی داره، اسم میعاد در کلیه سحر تغییر کرد. اما من احساس میکنم هنوزم جا داره فرا سابجکتیف تر به موضوع نگاه کنیم. پیشنهاد دادم اسم فیلم بشه میعاد در خروسخون. مگه بازیگر میتونه اسم فیلم رو تغییر بده؟ بازیگر یعنی سینما و سینما یعنی بازیگر دیگه. به به، چه جمله حکیمانه ای. اجازه بدین من امروز کمتر در مورد فیلم حرف بزنم. همونطور که میدونین دیروز چیزی نمونده بود که من واقعا جونم رو از دست بدم. بله خوشبختانه به خیر گذشت. بله به عبارتی دیروز مرگ بیخ گوش من گذشت. من از همین تریبون از کسی که زندگی دوباره رو به من بخشید تشکر میکنم، جناب آقای دکتر فرزاده هاتف. متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز. خواهش کنم، خیلی ممنون. من واقعا کاری نکردم که. بنده خیلی خوشحال هستم که اینجا و در جمع هنرمندان عزیز هستم. جا داره از کسانی که به من کمک کردن تا به اینجایی که الان هستم برسم و بتونم جون هنرمند فرهیخته‌ای همچون خانوم قادری رو نجات بدم من تشکر بکنم. اول از همه از پدر و مادرم که خیلی زحمت برای بنده کشیدن تشکر میکنم، از دوستان قدیم و جدید خیلی تشکر میکنم، از استادهای دانشگاه بنده که مهمتر از اون معلم مدرسه‌م هست تشکر میکنم، از عمو داوود باقالی فروش دم در مدرسه که اگر هر کجای این مرزوبوم که از صدای منو داره میشنوه از همینجا سلام و خسته نباشید بهش میگم، از بابای مدرسه‌مون خیلی تشکر میکنم، از خاله نرگس تشکر میکنم و یک تشکر ویژه میخواستم بکنم از معلم کلاس اولم که به من خوندن و نوشتن آموخت. و خیلی ممنون. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید و باید خبرها رو بشنویم. ممنون خانم قادری. جا داره حالا که به اینجا رسیدم به کجا رسیدی مگه؟ دو تا دونه شکلات دادی به یه بازیگر دیگه، چیکار کردی مگه؟ من آخه هول شده بودم.
تو نمیدونی که ندیدی میکروفونو که میذارن جلوی آدم اصلا آدم هول میکنه، استرس میگیری، دستات عرق میکنه، آب دهنت خوش میشه. من کلی حرف آماده کرده بودم که بگم، هیچ کدوم یادم نمیاد. هی تشکر کردم، هی تشکر کردم. آه تشکر کردی. من عقده تشکر ندارم، ولی تشکر خوشگوالی از من دیگه میتونستی بکنی که. نه آره آره، من هول شده بودم، میگم هول شده بودم. هول شده بودی، هول شده بودی که از بابک هم کلاسی کلاس 5 تو باقالی فروش سر کوچه همه اینا تشکر کردی. حالا من هیچی، از کل تهران تشکر کردی، یه تشکر از خانواده من نکردی، کسی که داری باشون زندگی میکنی. بدشانسی آوردم دیگه. مجریه همچی که من گذاشته بودم تشکرها رو آخر برنامه ویژه تشکر کنم، گفتش وقت برنامه تموم شد. حالا که گفتی هول شدی که. من خب به نظر من تشکر زبانی خیلی مهم نیست، زبونه دیگه میچرخ، آدم ممکنه خیلی چیزا بگه، ولی دل نه تنها نمیچرخه بلکه چی دیگه؟ اگه الان یه چیزی تو دلت بود راحت میتونستی بگی. من مزاحم شدم که یک مشورتی میخواستم باهاتون بگیرم. بله، عرض کنم در زمینه اینکه این برنامه که من رفته بودم رادیو پخش شد، اینه یک مشکلی برام به وجود آورده. نه، نگران نشید، مشکل خاصی نیست. من حقیقتش یادم رفت تو برنامه از خانومم تشکر و قدردانی اینا بکنم، اینه که یه ذره مشکل ساز شده. میخواستم عرض کنم که شما به هر حال خانوم هستین، اخلاق خانوما رو خیلی بهتر میدونین. اگر امکان آها بله، با کمال میل، باعث افتخار حتما. خواهش میکنم مزاحم میشیم. زنده باشید، بزرگوارید، سلامت رو خیلی سلام برسونید. خدا نگهدارتون. بفهم دیدی اینه آدم با مشورت به همه چی میرسه. الان خانم قادری به من گفتش که فردا میخوان یه خیریه برن، بعد از منم دعوت کرد که با مامانتون برم اونجا. گفت حالا مصاحبه قرار بکنه، شما پیش من باشید، حتما با شما مصاحبه میکنم. یه تشکری بکنم که تو تاریخ بنویسم. بچه ها امشب بعد اینکه برنامه ما از تلویزیون پخش شد، میخوام شام همگی بریم بیرون. آره یه مصاحبه تلویزیونی خیلی خوب داشتم، مبسوط در درجه اول از شما نیما و سارای دلبندم تشکر کردم، بعدش هم از خانواده جوانبخت. به خاطر من این کارو کردید دیگه. نه بودین چرا قدیر اومدین؟ شروع شد آقا، بودین شروع شد؟ بودین شروع شد؟ بودین بودین یک کارنده حرف زدی؟ حرف زدم خب چی گفت؟ هیچ حله، فقط حواست باشه یه لباس در و داغون بپوشی بری. یا چرا؟ بابا من گفتم که تو آدم بدبخت بیچاره‌ای هستی، از تو خیابون پیدات کردم، میخواستم قشنگ میخو بکوبم بعدم از کوپونم استفاده کنم، مثلا برای یه آدمی که نمیشناسم. فقط یادت باشه نگی فامیلیمو. بیا بس کو. نیومدم هنوز؟ الان میام. خیریه بود دیگه، مال بچه‌ها بود، بازارچه. خانم قادری بیاد. بعد با سلام خدمت خانم. اینا ببین خانم قادریه الان میاد، صحبتش که تموم میشه میخواد بره، منو صدا میکنه میگه دکتر عاطف و اینا، من دیگه میام. خیلی خوشحالم که توی این جامعه معنوی حضور پیدا کردم و من واقعا از بچگی دوست داشتم توی همچین جمعی شرکت کنم که بتونم کمکی به مردم عزیزم بکنم. امسال حضورم و واقعا مدیون پزشک متعهدی هم که جون منو نجات دادم، ایشون واقعا ممید حیات من شدم. جناب آقای پروفسور خودتان تشریف بیارید. اینا اومدم. سلام عرض میکنم حضور بینندگان عزیز. بنده خیلی خوشحال هستم که باعث شدم خانم هنرمند و برگیخته و بزرگواری چون خانم قادری به عرصه هنر برگردن، یعنی در این عرصه حضور داشته باشن و بدرخشن. من میخواستم از کسانی که باعث رشد و نمو به من شدن و باعث شدن که من به این جایگاهی که الان هستم برسم تشکر بکنم. قبلا از
پدر و مادرم و خانواده عزیزم تشکر کردم، از معلمین مدرسه خیلی تشکر کردم و باز هم تشکر میکنم، از بابای مدرسه‌مو خیلی تشکر میکنم که ما در دوران کودکی خیلی اذیتشون کردیم. و اما میخواستم یک تشکری بکنم از پدر خانوم مرحومم و مادر خانوم مرحومم و طلب آمرزش کنم همینجا براشون. از برادر خانوم عزیزم شهرام جان تشکر میکنم که همواره همشون تو که لو دادی فامیلی؟ نه فامیلی تو نگفتم که. از شادی خانوم خواهر خانوم خودم که همیشه در کنار بچه های من بوده با صبر و حوصله. از مازیار عزیز پسر برادر خانومم تشکر میکنم. از عمه محبوبه خیلی تشکر میکنم، عمه همسر بنده هستن. و از سارا و نیما بچه های دلبندم، از امیدهای زندگیم خیلی تشکر میکنم. بایش نامرده چرا بقیهشو پخش نکرد؟ آخرش این تشکر بازی فرزاد کار دستشون نده خوبه. من اصلا نمیدونم مسخره بازی ها چی بود. اصلا چرا از همون اول تشکر بازی رو انداخت؟ چی میدونم؟ ای زشته شادی؟ آخرمه شهرام خجالت بکش بیا. نعنا بابونه آویشن پونه هستش کفز کوهی گوند رو ببینید اینجا و این بخش هم آویشن رو ببینید وقتی کف رو پر کرده. اینا گونه هستن که در قالب بهره‌برداری صنعتی و بهره‌برداری دارویی قابلیت استفاده و کاربرد دارن. بهره‌برداری چند منظوره از مراتع علاوه بر حفظ طبیعت به معیشت مردم هم کمک میکنه. بهره‌برداری چند منظوره در تهیه زباد شیوا جان من عمدن گذاشتم که آخر سر در مورد تو حرف بزنم که یعنی بگم که همه یه طرف شما یه طرف باور کن. بعد اینم که اونجا دیدی من سکوت کردم به خاطر اون که میخواستم فضا عوض بشه، من تازه مشغول بشم که در موردت خیلی رمانتیک و اینا حرف بزنم و خیلی تشکر بکنم که نامرداتی که پخش نکردن. فرضا تو منو مسخره کردی؟ این چه حرفیه میزنی شیوا جان؟ من دیوونه؟ نه دیگه، خب معلومه تو سر این قضیه بحثی که سر ارث و میراث با هم دیگه کردیم از دست من هنوز ناراحتی، میخواستی اینجوری تلافی کنی. آخه برای چی من تو واقعا من اینجوری شناختی؟ من آدمی ام که کینه کسی یا چیزی رو به دل بگیرم؟ واقعا من اینجوری ام؟ آسیب کمتری به طبیعت وارد میشه. اگه من رفتم فیلمو از صدا و سیما گرفتم نشونت دادم چی؟ نه اصلا لازم نکرده. اصلا یه لطفی بکن دیگه، هیچ کاری نکن فرزاد. از این به بعدم دیگه نمیخواد از من تشکر بکنی. هر کاری من کردم بذار به حساب وظیفم، تو هم هر کاری کردی من میذارم به حساب وظیفت. اگرم کم کاری کردم یه کمربند بذار منو کتک بزن. ای بابا این چه حرفیه میزنی آخه تو؟ بابا جان مگه قرار نبود ما همه گیم شب با هم دیگه بریم شام بیرون رستوران؟ ببخشید خیلی نگران بودم که دعواتون بشه بحثتون بشه. ببخشید. آفرین این آدمای متمدن مسائلتون رو با گفتگو حل میکنین. آفرین. ماها معمولا دیگه وقتی حرفی برای گفتن وجود نداره ترجیح میدیم مسائلمون رو با گفتگو حل و فصل کنیم. منم واقعا حرفی نداشتم، اصلا نمیتونستم دلیل این کار فرزادو بفهمم. یه جورایی مطمئن بودم که هنوز دعوای سر ارث و میراث رو فراموش نکرده و داره تلافی قبل رو میکنه، در حالی که این من بودم که هنوز اون قضیه رو فراموش نکرده بودم و هر چیزی رو به اون ربط میدادم. فرزاد فقط قربانی ندونم کاری خودش و کمی هم بدشانسی بود. سلام. یه لحظه گوشی. سلام. کارگردان همون برنامه هست. الان میذارم رو اسپیکر ببینم. بله. آقای پیرحیاتی لطفاً بفرمایید که من از خانومم تشکر کردم تو برنامه‌تون. بله. خیلی هم مبسوط. خب پس چرا شما نشون ندادین؟ برای اینکه تایممون اجازه نمیداد. ما کلاً 5 دقیقه آنتن داریم.
که اگه قرار بود همه تشکرهای شما رو پخش میکردیم 10 دقیقه زمان نیاز داشتیم. کمش میکردین آقا. همین کارو که کردیم. خب نه، شما از آخر کم کردین، از اول کم میکردین. ما که نمیدونستیم چی برای شما مهمه. نه دیگه، معلومه دیگه، الان همسرم برای من مهمتره یا بابای مدرسه و همکلاسی کلاس پنجم؟ اینو که دیگه خود شما باید جواب بدین. لابد مهمتر بودن که اول اسمشون رو آوردین دیگه. نه آقا، نفرمایید. قانون مصاحبه اینه که کسایی که مهمترن آخر با تشکر میکنن. آقا جون، قانون راهنمایی رانندگی نیست که همه رعایتش کنن. در ثانی برنامه ما برنامه تشکر نیست. خانم نادردوست از ما خواستن یه فرصت به شما بدیم که دادیم. چرا اینو طلبکار حرف میزنی؟ خدافظ آقا. نه آقای پیرهیت. الو. ولی حرفشون منطقی بود. خب همه جان کجاش منطقیه؟ من خب تشکر دیده که خودش هم گفت تشکر کردم دیگه. بله ولی بی ربط هم نمیگه دیگه. آدم چیزی که مهمتره رو اول میگه، نمیذاره آخر. خلاصت موزلی شده. اصلا چه اشتباهی کردم رفتم این نشستم اونجا هی تشکر کردم. آره بابا، بیکار بودی برای خود درد سر درست کردی. میگم الان یه زنگ به این خانم قادری بزن، بگو یه مصاحبه چیزی دیگه برات باز جور کنه. نه بابا ولش کن. بابا زنگ بزن دیگه. نه اصلا زنگ بزن دیگه، جونش رو نجات. ولش کن بابا، زنگ چی؟ اصلا میگم من زنگ. نه زن بابا، زدم. زنگ زدی چی گفت؟ آره بابا زنگ زدم. چند بار زنگ زدم جواب نداد، بعد آخرین بارم که جواب داد گفتش که شکلاتایی که بهم داده بودی پولش چقدر میشه بگو تقدیم کنم دیگه، دست از سرمو بردار. راست میگه دیگه بنده خدا. حالا خوب شد از دفترشون به من زنگ زدن گفتن فردا بیا برای فیلمه، وگرنه اونم مالیده میشه. زندگی من و خواهرت داره از هم میپاشه، تو فکر کارتی؟ خوشحالی زنگ زدن بری دفتر؟ یه تو هم جو نده دیگه، قرار نیست که زندگیتون از هم بپاشه که. چرا دیگه، داره میپاشه دیگه، قراره دیگه. اصلا خیلی داستان پیچیده تر از این حرف هاست. شهرام میگم تو که بازیگری این همه دوست آشنا تو تلویزیون داری، نمیتونی یه مصاحبه تلویزیونی ترتیب بدی من برم بال قضیه رو بکنم؟ ولی تلویزیون که نه، ولی تو مجله آشنا داره. خوبه همونم عالیه. ولی از این مجله زردا ساخت هیچ اصلا بنفش، اصلا فسفوری، سرخابی، هرچی. من برم یه مصاحبه بکنم، معذرت خواهی بکنم، تشکر بکنم، تموشه. باشه دیگه، میگم به عنوان ناجی بهنوش قادری بیان باید یه مصاحبه بکنن. فقط خودم باید کوچیک کنم دیگه. بابا تو بزرگی داری میکنی، دمت گرم. خیلی آقایی بابا. یه ولی دیگه نگی که ما باید بدون توقع به هم دیگه کمک کنیم. من هنوز جلوی دوربین نرفته، شما از ما یه کار خواستی، اونم کاری که کوپن توپل باید خرج کنیم. بابا چرا انقدر منت میذاری یه کار میخوای انجام بدی؟ زندگی من دیگه انجام میدم برای تو. انجام میدم دمت گرم. من که کارا رو انجام میدم. کاری نداری برات انجام بدم؟ چرا، بیا من تا اینو میبرم از تو این 25 تا 5 در 5 ببر. چیه چته؟ فرضا تو این مجله مصاحبه کرده. خیلی خوب، میخوای بگی از من تشکر نکرده؟ نکرده باشه، فکر کرده واسه من مهمه. تشکر نکرده، ولی از یکی تشکر کرده که فکر کنم خیلی برات مهمه. شیوانه ها ببین همینجوری بخون. شیدا کیه؟ نه بابا، این اشتباه چاپیه، راجب من میخواسته حرف بزنه، اصلا واسه همین رفت دفتر مجله شون. سه بار نوشته، هر سه بار هم اشتباه چاپیه. خب آره دیگه، اشتباه چاپیه، یا اصلا اشتباه شیده اشتباه چاپ کرده. پس چرا نوشته همکارم شیدای عزیز، ننوشته همسرم؟ شیوا من اگه جای تو بودم و میگشتم ببینم این شیدا کیه. شدی ویل کن تو رو خود، اصلا این وصلا به فرزاد نمیچسه، اشتباه شده. سلام خانم. سلام. خسته نباشی. چه خبر؟ معلومه خسته، یا یه چایی بیارم خستگی در بره؟
نه با برش کن گرما، من آب بیارم. آب آب فرمایی. این از پیریز چرا در آوردی؟ میگم هی زنگ میزنم کسی جواب نمیده. البته بهتره، آدم یه گهگداری نیاز داره که مغزش استراحت کنه. بله استراحت میکنه. خسته شدم از صبح تا حالا اینقدر جواب فک و فامیل و دوست آشنا رو دارم که شیدای عزیز کیه. خب بهشون میگفتی که اشتباه چاپی بوده، تو تایپ اشتباه کردن دیگه. بعدم من امروز رفتم دفترشون، صدا رو گوش دادم، خدا رو شکر پاکم نکرده بودن و سر جاش بود. خودت هم هر موقع که صلاح میدونی بریم با هم دیگه گوش بدیم دوباره. بر چی من بیام؟ خب میآوردیش. آخه تو هاردشون بود، منم دیگه فلش نداشتم بریزم. خب یکی میخریدی. بعد دیگه گفتم حالا هزینه بی خودی نکنم دیگه. ما کم سر اون تشکر لعنتی هزینه معنوی دادیم. حالا به جای اینکه هزینه‌مون رو بیاریم پایین بریم هزینه تراشی هم بکنیم چی باشه؟ فرزاد ببین من میدونم و یقین دارم و مطمئنم که این شیدا نبوده، شیوا بوده، ولی بقیه که نمیدونن. من ازت خواهش میکنم، تقاضا میکنم دیگه از من تشکر نکن. چه جوری بگم؟ باشه دیگه نمیکنم. اگه اینقدر اذیتت میکنه که دیگه نمیکنم شیوا جون. اذیتم نمیکنه، داره بیچارم میکنه. فرزاد دیگه یواش یواش داره باورم میشه خیلی سخته تا از من تشکر کنی. قبلا فقط زبونی نمیتونستی تشکر بکنی، الان تو نوشتنم مشکل پیدا کردی. خدا رو شکر همه کائنات هم درکت میکنن، دست به دست هم دارن باهات همکاری کنن. بس دیگه. ببین من روم نمیشه بهش بگم. تو بیا یه زحمتی بکش، دوستته دیگه، بهش بگو تو شماره بعدی یه اصلاحیه بزنه، من به شیوا نشون بدم کلکش کنده شه دیگه. من نمیگم. آخه چرا نمیگی؟ یعنی چی نمیگم؟ نه تنها نمیگم، بلکه حقته. اصلا خودم بهش گفتم اینجوری بزنه. یعنی چی؟ مگه تو آزار داری؟ آخه من چه ایزامه تری به تو فروختم که رفتی اینجوری گفتی بهش؟ تو میدونی من رفتم دفتر این فیلم چه نقشی بهم دادن؟ نه. گفتن هر روز باشو بیا اینجا یه نهار و شام و صبحونه‌ای می‌خوری، بعدم یه رهگذر چیزی پیدا می‌کنیم میدیم بهت بازی کنی. خب بهشون گفتودی من کارتون خوابم، حتی نگفتودی من بازیگرم. آها آه نه نه، من به این خاطر گفتم، گفتم که اون طرف باهم حال کنه، اگه یه موقعی کارمون بهش افتاد و اینا سریع کارمون رو ردیف کنه، ازش بتونیم قشنگ خوب استفاده کنیم. گفتم این الان پیش خودش میگه عجب آدم باحالیه، این که نه دوستشه نه آشناشه، اینجوری داره براش کوپن خرج می‌کنه. ببین عقل من تو کجا رو خونده ها. ببین آره منم برای اینکه حالتو بگیرم شیوا رو بندازم به جونت رفتم این کارو کردم. ببین عقل من تو کجاها رو خونده. درد من که معتقدم تشکر رفتاری و عملی خیلی بهتر از یه تشکر زبانی خشک و خالی. ما اگه برای جبران زحمت های هم تلاش کنیم دیگه نیازی نیست اونو به زبون بیاریم. نمیدونم چرا خانما دوست دارن هر چیزی به زبون آورده بشه. هیچ کدوم اینا اون یکی رو نقض نمی‌کنه. زن و شوهر علاوه بر این که باید برای جبران زحمات هم تلاش کنن، لازمه که گاهی اوقات این قدردانیشون رو به زبونم بیارن. به زبون آوردن بعضی چیزا حال آدم رو خوب میکنه. قسمت این بود که من با تو معاصر باشم تا در این قصه پرحادثه حاضر باشم. حکم پیشانیم این بود که تو گم شوی و من به دنبال تو یک عمر مسافر باشم. شاید این گونه خدا خواست مرا زجر دهد تا برازنده اسم خوش شاعر باشم. عزیزان من، از هر فرصتی برای تشکر و محبت به هم استفاده کنید، چون ممکنه هر کدوم از این فرصت‌ها آخرین فرصت شما باشه. اگه کسی ماشین تمیز کم کار کرده سالم فروشی داره لطفاً به من خبر بده، برای خانومم میخوام سالگرد ازدواجمون بهش کادو بدم و ازش به خاطر زحماتش تشکر کنم. حالا دو رنگ هم بود اشکالی نداره، فقط یه جوری باشه متوجه نشه. آخه پارسال یه گردنبند دادم بهش، فهمید بدلی خیلی بد شد. نمیخوام دیگه اون تجربه تخت تکرار بشه. آخه خانمم برام خیلی مهمه. با تشکر. شیوا خواستم بگم تو خودت بهتر از هر کسی میدونی که تو این دنیا برای من چی هستی. من خیلی از چیزهای زندگی رو مدیون تو هم که اگه بخوام به خاطرشون تشکر کنم باید از صبح تا شب ازت تشکر کنم. خب دیگه اینجوری وقتی نمیمونه حرفای دیگه‌مونو بزنیم.
میدونی من داشتم به این موضوع فکر میکردم که خب خیلی حرفا هست که ممکنه از تشکر کردن بهتر باشه، ولی بعضی وقتا یه تشکر خشک و خالی خیلی بهتر از این حرف هست. خواستم بگم که اگه من کم کاری کردم منو ببخش. شاید خب حواسم نبوده، یا شاید تو اون لحظه داشتم دنبال یه واژه بهتر یا یه کاری بهتری برای خوشحال کردن تو میگشتم. به هر حال تو بهترین دوست منی، تو صمیمی‌ترین دوست منی. خب تو تنها کسی بودی که همه این سالها در کنار من بوده. اصلا زندگی بدون تو برای من بیمزه است، برای من بیمعنیه. ممنونم که هستی، ممنونم که در کنار من هستی. بعد از اون فیلم جنبش تصویری همسرم متشکرم را افتاد. عده زیادی جلوی دوربین از همسرانشون تشکر کرده بودن و به اشتراک گذاشته بودن و البته چون فرزاد بانی جنبش همسرم متشکرم بود، از همشون بیشتر به اشتراک گذاشته و دیده شد. همین دوباره یه مدت اسمش انداخت رو دهنا و فیلمش روی گوشی‌ها و تبلت‌های مردم. انقدر صداقت توی اون فیلم فرزاد بود که همه رو تحت تاثیر قرار میداد. اما این بار میترسید بره جای مصاحبه کنه. دیگه فهمیده بود سری که درد نمی‌کنه رو دستمال نمی‌بندن.